همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. آقای کاظمیان، این مسئله برخورد با حجاب اجباری و بازگشت جمهوری اسلامی به تنظیمات اصلی و کارخانه‌اش رو پیوند میدم به اون اعتراض دختران با رقص. این شیوه های اعتراض انگار اینطور به نظر میرسه که خیلی خیلی اثرگذارتر از شیوه های اعتراضی خشنتر، حالا مثلا حضور خیابانی یا مثلا درگیری مسلحانه و این شکل هاست برای جمهوری اسلامی، که یه نوعی به اون به نوعی داره به اساس ایدئولوژیکش ضربه میزنه. خب من ابتدا از اینجا شروع کنم که ما وقتی از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم از یک ساختار سلطه، از یک حاکمیت استبدادی صحبت میکنیم که باندهای قدرت مجتمع شدن پشت یک ایدئولوژی. بخشی از این ایدئولوژی رو حجاب نمایندگی میکنه و حجاب اجباری که داره تحمیل میشه به جامعه. اما حاکمیت سیاسی در بخش‌های مختلف فقط از این ابزار داره استفاده میکنه، از ایدئولوژی، برای تداوم اقتدار غیر دموکراتیک خودش و برای کامگیری خودش از منابع ملی. خب حتی مراجع تقلید الان چنان آمیخته شدن با حاکمیت سیاسی و چنان از منافع قدرت دارن برخوردار میشن که اون بحث ایدئولوژی به حاشیه رفته است. و به خاطر همین الان بر مبنای گزارشایی که هستش، فیلم ها، همه شواهد میدانی در نقاط مختلف به ویژه شهرهای بزرگ، بی‌اعتنایی به حجاب اجباری گسترش پیدا کرده. حاکمیت تا جایی که این رفتار تهدیدی نباشه برای سلطه نامشروعش و برای بقایش، به تعبیری از کنار این عبور میکنه. اونچنان که حتی در اوج اعتراضهای خیزش انقلابی در خبرگزاری‌های حکومتی وابسته به سپاه، مثلا خبرگزاری فارس، تحلیل‌های مشابهی منتشر می‌شد و تأکید داشتن که فقط شما، یعنی کسانی که حامی ایدئولوژی حکومتن، فقط زنهار بدین یا امر به معروف کنین به تعبیری و وارد درگیری نشین. چرا؟ چون این درگیری بازتاب پیدا میکنه در رسانه‌ها، در رسانه‌های اجتماعی، و البته این اقتدار حکومت رو بیش از پیش به پرسش میگیره. به خاطر این جایی که پا میذاره به حریم عمومی، به حوزه عمومی، در شکل همون ویدئوی چند دختری که در اکباتان رقصیدن، یا این آگهی که پخش شده از یک مجتمع تجاری در تهران، یا حتی مراکز تجاری، مراکز، حتی اشاره کردی شما، اقامتگاه‌های توریستی، بومگردی، هتل‌ها، جایی که بازتاب عمومی پیدا کنه و حکومت اون رو یک تهدید برای خودش ببینه، بلافاصله برخورد میکنه. و البته بخشی از این برخورد به خاطر توجیه بدنه حامی خودش است که اونها رو بتونه به این معنا همچنان همراه خودش نگه داره که به یک معنا ادعا کنه من دارم از اون ایدئولوژی خودم حراست میکنم، در حالی که واقعیت ادامه اون اقتدار غیر دموکراتیک و سودجویی از منابع و ثروت‌های ملی به نفع باندهای قدرت است. وگرنه ایدئولوژی و از جمله حجاب اینجا برای حکومت همچنان فرعی خواهد بود. آقای کاظمیان، ولی با این وجود برخی معتقدن که مثلا یک مسئله مثل حجاب اجباری یا بسیاری از آزادی‌های اجتماعی، اگر جمهوری اسلامی از اینها بگذره، اساسا دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. چقدر با این، با توجه به اینکه شما میگید ایدئولوژی یک مسئله فرعی است در جمهوری اسلامی، آیا با این مسئله موافقید یا نه، یا پاسختون چیستون؟ من توضیح دادم ایدئولوژی یک روکشی است برای تداوم اقتدار غیر دموکراتیک و برای کامگیری از منابع قدرت. یعنی میشه یک جمهوری اسلامی رو تصور کرد که حجاب اجباری در او آزاد است، آزادی‌های اجتماعی وجود داره؟ خیر، نه، من یک چنین مرادی نداشتم. یعنی منظورم اینه که جمهوری اسلامی تا جایی که این حجاب، این بی‌اعتنایی به حجاب تهدیدی برای سلطه نامشروعش نباشه، چنان که مثلا در اتومبیل ها یا در فضاهای عمومی بیش از پیش روسری ها داره به کنار میره، بی‌اعتنایی وجود داره، این رو تحمل میکنه تا جایی که پا نذاره به عرصه عمومی، تبدیل نشه به یک موج اعتراضی، تبدیل نشه به مجموعه اقداماتی که بازتاب داشته باشه در رسانه های اجتماعی، هم افزایی کنه در رسانه های خارج کشور بازتاب داشته باشه و این امواج به هم ملحق بشن برای تغییر
وضعیت کلان. تا اینجا جمهوری اسلامی مدارا میکنه، اما حتی یک ویدئوی چند رقصنده یک چند دختر نوجوان رو هم اون وقت تحمل نمیکنه. چرا؟ چون اون اقتدار خودش رو، اقتداری که باستاب داشته در شلیک در خیابان‌ها، در بازداشت هزاران نفر، اون رو داره به پرسش میکشه. جمهوری اسلامی اعلام میکنه که من همچنان دارای اقتدار هستم، از این موضع اقتدار حتی 22,000 بازداشت شده رو دارم آزاد میکنم. اما چند دختر رقصنده دارن تاکید میکنن که ما همچنان پیگیر مطالبات خودمون هستیم. مشخصه که این مطالبات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده، به دنبال تغییر نظم موجود هست، تغییر حاکمیت سیاسی، و طبیعتاً اینجاست که جمهوری اسلامی واکنش نشون میده. این چند دختر رو میگیره، میاد اعتراف اجباری حتی از اونها پخش میکنه، اما در حالت معمول فقط نیروهای خودش رو در خیابان‌ها روانه میکنه به قصد اینکه تا حد امکان کنترل کنه. البته این برخوردهای سختگیرانه ممکنه در مثلا از منظر علم الهدا، از امام جمعه مشهد یا در برخی کانون‌های دیگر وجه ایدئولوژیک‌تری پیدا کنه، اما در جاهایی که گره خورده به طور مشخص با امر سیاسی، بیشتر یک وجه مصلحت جویانه و عملگرایانه میشه که تاکید کردم جوهر اون حفظ بقای نامشروع و سلطه جمهوری اسلامی و البته تامین منافع ثروت و کامگیری باندهای قدرت از منابع ملی هستش. مرتضی کاظمیان، ممنونم از توضیحات کامل شما، سپاسگزارم.